بریم سراغ یه تست ترجمه 4 به 4. عین الخطا گزینه 1 رو بررسی بکنیم. اگر از اموالمان برداشت کنیم عبارتمون شرطیه است. ان شرطیه دارم، فعلم رو بایستی به صورت التزامی ترجمه کنم و همین اتفاق افتاده. به مرور زمان کم می شود. فعل دوممون که فعل جواب شرطمونه به صورت اخباری ترجمه باید بشه، همین اتفاق افتاده. حالا شاید اینجا بگید که به مرور روزها کم می شود، ایام. به مرور روزها کم می شود توی فارسی استخدام نمیشه و جایگاهی نداره. حالا ما اینو نگه داریمش فعلا. چیزی که شک داری و هیچ وقت نه رد کن نه تایید کن، نگهش دار. تو گزینه های دیگه بررسی بکن و با خیال راحت اون موقع تستتو بزن. اگر الان اینجا بگید که این خطاست، ایام اشتباهه، سریع تستتو بزنی، شاید یه گزینه ای رو ببینی که به مراتب میزان خطاش بیشتر باشه در ترجمه و تو اشتباه بکنی. بریم دور رو بررسی بکنیم. ولی هنگامی که به دیگران از علممان میدهیم، ولی هنگامی که میدهیم به دیگران از دانشمان علممان و به آنها آموزش میدهیم و به آنها آموزش میدهیم، نعلم فعل اول شخص جمع فعل مضارع است و یه هم چسبیده بهش. هم هم که میدونید که هر وقت یه ضمیری اصلا به فعلی بچسبه میشه مفعول و به آنها به صورت متممی ترجمه شده. کاملا درسته، متمم در ابتدای اسم بیادش ما توی زبان عربی میگیم مفعوله، این شکلی میشه، آموزش میدهیم. کاملا درست. بریم سه رو بررسی کنیم. حواست اینجا باشه. علم ما زیاد می شود. زیرا در آموزش دادن تکرار درس است. برای خودمان لانفسنا کاملا درست و بدون خطا تمام ضمیرها و فعلی که در این عبارت اومده به درستی ترجمه شده. بریم 4. میگه پس علم قطعا از مال بهتر است. کلمه قطعا کجاست؟ نداریم در عبارتمون، پس اشتباه ترجمه شده. ما این کلمه اضافه است، ما اجازه نداریم کلمه ای رو زیاد یا کم بکنیم. هرچند اینم میدونیم اگر ان اومده بودش توی عبارتمون در ترجمه میتونستیم نیاریمش، ولی اینجا اصلا یه دونه قطعا رو اضافه بورده و در عبارت وجود نداره. این دیگه اصلا خیلی اشتباه بزرگیه. بنابراین ما گزینه 4 رو رد میکنیم. اختلاف زیاد، این اشتباه بزرگیه. اونجا ما میتونیم کلمه ایام رو بر اساس عبارتمون به درستی ترجمه رو بگیم زمان، ولیکن در گزینه 4 نمیتونیم که یک کلمه رو اضافه بکنیم در ترجمه. پاسخ تستمون میشه گزینه 4.